خدمت تمامی دوستان عزیزم، انشاءالله که حالتون خوب باشه. سیاوش سینا هستم، در زمینه آموزش عود در خدمت شما هستم. با شماره تماس 0931 241 44 0936 449 12 96 0919 88 90 183. خب عزیزان، این هم یه آهنگ بی نظیر، خوشگه، ملودی دار، آهنگ قدیمی و آهنگی که واقعا هر چقدر شنونده گوش کنه خسته نمیشه از این آهنگ. واقعا آهنگ بی نظیریه، همه نظر ملودی ها، همه نظر کلام ها، متن ها، وکال ها، واقعا بی نظیره و تکرار نشدنیه. اشاره که دوستان لذت برده باشن از این آهنگ قشنگ. و بنده این کار رو به صورت این نمونه آموزشی برای دوستان اجرا کردم و بازم میگم کار خاصی رو این آهنگ رو انجام نمیدم من. و اینکه حالا خوب خیلی عزیزان اصلا نوازندن با کارهای میکس و مستر و صدا برداری و تنظیم میان این کارا رو انجام میدن و جلوی دوربین پلی میکنن و خب حالا اون بیننده فکر میکنه که نوازنده داره میزنه، ولی نه، هیچ وقت کار زنده، واقعا کار زنده معلومه، از زدن معلومه، کار زنده ای. حالا برای هر خواننده ای که میخواد باشه، حالا هر نوازنده ای که باشه، پشت کیبورد باشه یا هر ارگ مدل بالایی باشه، فرقی نمیکنه، اون کیفیت اصلا نداره، یعنی 20% کار در میاد. و چون این کارا تو استدیو ضبط شده، میکس شده، مستر شده، صدای خوبی از خواننده گرفتن، آهنگسازی های بی ندیری شده، به خاطر این هیچ وقت کار این کار زنده به اون کار اصلا نمیرسه. حالا ببینیم من یه تیکه بوچهش بهتون بزنم، بازم حد چقدر نوازنده سعی کنه که بخواد شبیه آهنگ بره، بازم چون کار زندگیه، بالاخره هر نقص و هر مشکل و اصلا یه آن امکان داره دستگاه خاموش بشه، بسوزه، که همچه موردهایی بوده برای من. ببینید من یه تیکش رو بهتون بزنم. وقت به خود آهنگ نمیرسه. بازم با این حال تقدیم میکنم به تمام دوستان عزیزم و انشاءالله که لذت برده باشن. خیلی از کارهایی که من فکرشو نمیکردم توی پیجم گذاشتم، خودم که گوش میدم میبینم واقعا خب چقدر شبیه نوار شده، ولی خیلی از کارهایی که گوش میدم میبینم نه، خب مجلسی مانند شده و این کار رو میشه به یه جورایی جزو کارهای بابا کرمی هم نوازنده ها توی مجلس ازش استفاده کنه. خب دوستان، 6 تا نکته. اولین نکته، دوستان که مایلن پکیج ویدیویی آموزشیمو داشته باشن میتونن با شما را در تماس باشن. نکته دوم، دوستانی که مایلن در مراحل ریسازی شرکت کنن و بتونن ضرباشون و ریتماشون و آکوردهاشون و پاساژها، تمام حالا اینتروها، اینا رو خودشون بتونن بسازن، میتونن پکیج کامل ریسازی هم داشته باشن. نکته سوم، دوستانی که مایلن حالا نوازندن ایرادهای مختلف دارن، یکی تئوری کار نکرده، یکی گام رو نمیشناسه، یکی پنجه ضعیفه، و
به هر حال ایرادهای مختلف دارن، با این دوستان به صورت ایرادگیری کار میشه. نکته چهارم، دوستانی که تازه میخوان این کار شروع کنن و اول کارشونه و اینکه میخوان اول بخرن یا کار شروع کنن نمیدونن از کجا باید شروع کنن، میتونم راهنماییشون کنم. نکته پنجم، دوستانی که خواننده هستن در زمینه آهنگسازی تک ترک و آلبوم در خدمتشون هستم. اما نکته ششم، یه عزیزانی هستن حالا چه به خاطر مشغله کاری چه به خاطر حالا به هر حال علاقه نداشتن از پای کار کردن، فقط میخوان آهنگی کار کنن. با این دوستان فقط آهنگی کار میکنم، حالا هر جای دنیا میخوام باشن فرقی نمیکنه. زیر 20 آهنگ کار نمی کنم، 20 آهنگ تصویری با توضیحات کامل اجرا می کنم، با دید عالی مخصوص هنرجو با توضیحات کامل می زنم و از شبکه‌های مجازی برای این دوستان ارسال می کنم که برای بار اول دوم سوم که زدن بار چهارم بیاد حفظ بزنن. خب این نکته دیگر از دوستانی که ارگاهی یا مهار و لند خود دارن، ست های جدید می خوان، ریتم های به روز می خوان، میتونم با شما هم در تماس باشم. و عزیزانی که میخوان تبدیل کنن ریتماشون رو، دستگاهشون پیا پنجاه میخوان ریتمای 800 بریزن، دستگاهشون 500 میخوان ریتمای 900 بریزن، تبدیل کنن، کارهای تبدیلی هم بنده انجام میدم. خب دوستان، بنده تهران بنده ورامین هستم. دوستانی که ورامین، قرچک، پاشتک، پاکدشت، پیشپا، مامازن، افسریه، رباط‌کریم، اسلامشهر، روستاهای ورامین، مناطق بزرگ تهران، طرفهای کهریزک، طرفهای جمعسار هستن، حضوری در 38 جلسه کامل، و عزیزانی که خارج از تهران هستن، استانهایی که بارها و بارها، شهرهایی که بارها و بارها نام بردم، کرمانشاه، کرمان، شمال ایران، شهرهای بزرگ شمال، شهرهای بزرگ جنوب، زاهدان، سیرجان، حالا زابل، بندرعباس، کرمان، دیگه طرفای یزد، قم، کاشان، مشهد، شیراز، اصفهان، ارومیه، هرمزگان، عراق، تبریز، حالا طرفای اردبیل، چه ترک باشد چه لور باشد فرقی نمی کنه. حتی عزیزانی که حالا توی روستاهایی هستن که آموزش‌های خوبی ندیدن، دوره‌های خوبی رو ندیدن و منتظر آموزش خوب هم، یا دوستانی که واقعا خیلی عاشق این کارن، دستگاه فوق حرفه‌ای گرفتن و میخوان این کار رو شروع کنن اما آموزش‌های صحیح نمیتونن ببینن، کلاس‌های خوب نیست، و حتی عزیزانی که خارج از کشور هستن، تو کشورهای دیگه هستن، با این دوستان به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه. خب این جای سوال داره برای خیلی ها که حضوری و غیر حضوری فرقه چیه؟ عزیزان، اونایی که حضوری میان پیش من پکیج رو میگیرن، خب چون راشون نزدیکه، ماهی یک بار فقط میان برای یه جلسه ایرادگیری، و اونایی هم که باشون غیر حضوری کار میکنم، خارج از تهران هستن، تو شهر استانها یا شهرهای بزرگ ایران، روستاها، حالا هر دهاتی و حتی عزیزان که خارج از کشور هستن، تمام ایرادگیری ها این دوستانم از شبکه‌های مجازی انجام میدم. اما پکیج یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. اینجوری نیست که ما بگیم اونی که حضوری میاد پکیج سواه، اونی که غیر حضوریه پکیج سواه، نه، درس ها یکیه، مپس ها یکیه، هیچ نکته از قلم نیفتاده، چه حضوری چه غیر حضوری چه خارج از کشوری. و سعی و نیت ما اینه که عزیزان واقعا به اون چیزی که بخوان برسن، اون تایمی که میدارن، حالا به هر حال اون هزینه‌ای که میکنن، بتونن به نتیجه خاصی برسن. حالا بنده 4 ماه، نهایتاً 5 ماه کامل میکنم و بعد از اتمام دورم به عنوان همکاری با عزیزان هستم. بنده الان هنرجو دارم 8 سال مراسم میره، هنوز با من در تماسه. هنرجو دارم نوازنده 4 سال مراسم میره، هنوز با من در تماسه. هنرجو دارم 2 سال داره مراسم میره، هنوز با من در تماسه. ببینید، هنرجو رو من ول نمی کنم، همونجوری هم هنرجو با من در تماسه و شما باید اینجوری باشید. و اینکه خب
بابت آموزش ها، دورهای غلطی که هنرجوها دیدن، دورهای اشتباهی که عزیزان دیدن، بارها بارها تماس میگیرم میگم ما اینجا رفتیم فقط استاد یه آهنگ زده یا مثلا آهنگ مثلا یا یه نوت فارسی میام به هنرجو می نویسم میگم برو بزن. حالا یه جلسه نه دو جلسه نه، کلا کار هنرجو همینه و خیلی تماس میگیرم میگم ما 20 آهنگ بلدیم، یا خیلی تماس میگیرم میگم ما 50 تا آهنگ بلدیم. دوستان نوازندگی به آهنگ زدن نیست، به اینه که شما حالا تمام مواردی که من میگم ما بدونید، این مهمه. تئوری موسیقی، پنجه قوی، گوش قوی، گام شناسی، گام نوازی، آهنگسازی و در آخر چیزی که واقعا بعضیا شاید 99% از هنرجو آرزوشو دارن بهش برسن، قوی کردن گوش به صورت که هنرجو بتونه هر ملودی جدید، هر ملودی قدیمی، ملودی روز، ملودی دو هفته پیش، ملودی یه سال پیش، هر آهنگی که خواست راحت بزنه در بیاره از طریق گوش، یا هر نوتی که بهش دادن، نوت اصولی، نوتی که میزانبندی بشه، نوتی که سرکلید داشته باشه، نوتی که ریتمش مشخص باشه، چهارچهارمه، شیششتمه، دوچهارمه، سهچهارمه، تمام اینا رو اصولی بدونه که نوتا بتونه راحت بزنه. اینا مهمه. اگه فرد و روزی هم اون هنرجو استریو زد بتونه ترزیم کنه، ریتما رو بشناسه، آکوردا رو بشناسه، گامها رو بشناسه. و الان توی استریوها خواننده‌ای که میره توی استریو میخونه، اگه خارج هم بخونه با یه برنامه‌ای هست به نام اوتوتیون، با یه برنامه‌ای اوتوتیون میان صدای خواننده رو میارن روی تونالیته، روی گام. و چجوری میارن؟ اون صدا بردار خب گام ها رو میشناسه، تونالیته ها رو میشناسه، میدونه چیکار کنه. با یه برنامه صدای اون طرف رو میاره روی گام و چون گام ها رو میشناسه. پس به خاطر همین میگم اونی که میخواد استریو بزنه گام ها رو باید بشناسه و آکورد ها رو باید بشناسه، آهنگسازی کار کرده باشه، پنجش عالی باشه. اینا مهمه. و اینکه حالا خیلی از دوستان هستن ناشی هم میرن استریو میزن آخرش هم به جایی نمیرسن، یا خیلی از دوستان هستن با 100 تا آهنگ و 50 تا آهنگ میخوام برن توی مراسم، نمیشه، واقعا سخته. چون توی مراسم رفتن اون نوازنده بعد 10 ساعت، 8 ساعت، 7 ساعت به کوب بزنه، آهنگای درخواستی بزنه، آهنگای روز بزنه، به هر حال باید بی‌نظیر باشه از همه لحاظ. همین آهنگ که من بهتون زدم فوق العاده آهنگ سختی، آهنگ راحتی نیست. ببینید دوستان واقعا آهنگ سختی. حالا من دارم میذارم شاید برای بیننده بگن چه آهنگ راحتیه، ولی واقعا وقتی پشت این کار رو بشینی اون موقع میفهمی که این آهنگ چقدر سخته.
همه سختی ملودی داره، پاساژ بد عوض کنی، ریت بد عوض کنی، ملودی بد عوض کنی و تو ذهنت بمونه، اینا مهمه. و من الان این شعر آهنگ رو گذاشتم جلو، نه نوتیه، نه اینکه من الان تو گوشم چیزی گذاشتم، نه. به هر حال کار خوب انتخاب کنید، کاری که واقعا اگه میخواید مجلس بدید برای خواننده‌های نامی کار کنید، استدیو بزنید واسه دلتون کار کنید، سعی کنید همیشه کار خوب رو یاد بگیرید، چه اونایی که فرامینن، چه اونایی که تهرانن، چه اونایی که خارج از تهرانن، چه اونایی که خارج از کشورن، فرقی نمیکنه. مهم اصول کار کردنه، نه اینکه 4 تا 5 تا آهنگ بزنی و بگی من نوازندم، نه، این کاملا اشتباهه. دوستان ویدیوی قبل من گوش کنن، ویدیوی قبل من ببینن و اگه اینجا یه سرصدایی هم تو این ویدیو بود به بزرگی خودتون ببخشید، چون دارم استریو رو یه خورده ارتقا میدم و عزیزان به بزرگی خودشون ببخشن و خیلی دوستتون دارم. سعی میکنم آهنگای زیبا خوشگل براتون انتخاب کنم، آهنگایی که واقعا باهاش خاطره دارید. اینم یک از اون آهنگا بود و به امید یه آهنگ زیباتر، خوشگلتر و آهنگی که واقعا دوستان لذت ببرن. خیلی دوستتون دارم، به یه ویدیو دیگه، روز شب خوش، خدا نگهدار. امروز هم 14/1/1400 دوستتون دارم. یا علی، خدا نگهدار.